بررسی های انجام شده نشان می دهد از سال 1949 میلادی تا کنون 60 میلیون مسلمان توسط دولت چین کشته شدند. به گزارش شیعه ویوز اخبار شیعیان جهان مسلمانان فعلی چین از قرنها پیش در مناطق شمال غرب سرزمین چین زندگی می کنن. در واقع سال 96 هجری قمری یعنی در زمان بنی اومیه کشوری در شمال غرب چین امروزی به نام ترکستان تشکیل شد اما بعدها از بین رفت و این منطقه در سال 1949 میلادی توسط دولت چین فعلی اشغال شد از زمان اشغال شدن سرزمین ترکستان توسط دولت فعلی چین تا به امروز 60 میلیون مسلمان کشته شدند و این عدد یعنی چندین برابر همه مسلمانانی که در بوسنی و هرزگوین، عراق، افغانستان، چچن و فلسطین کشته شدند. تاریخ شهادت می دهد که تنها در سال 1952 یعنی سه سال بعد از اشغال سرزمین ترکستان توسط دولت چین 120 هزار نفر ظرف چند روز اعدام شدند که بیشتر آنان از علمای دینی بودند. این موضوع را برهان شهیدی والی ترکستان در آن زمان عنوان کرده است بررسی های انجام شده نشان می دهد که در بین سالهای 1949 تا 1979 دولت چین 29 هزار مسجد را در سرزمین ترکستان منهدم و به طور کامل تخریب کرد همچنین از سال 1997 میلادی تا به امروز نیز 1200 مسجد دیگر در ترکستان توسط دولت فعلی چین پلم شدند و برخی از این ساختمان ها به مقر حزب کمونیست چین تبدیل شدند. در همین دوره 370 هزار مرکز آموزش قرآن کریم در شهر آواروموچی پایتخت ترکستان پلم شدند. دولت چین همچنین 54 هزار عالم و فعال دینی ترکستان را به اجبار به پادگان های نظامی اعزام کرد و آنها را مجبور به انجام اعمال شاقه کرد گفته می شود برخی از اعمه جماعت مسلمان را هم مجبور به رقصیدن کرد تا آنان را تحقیر کنند تاریخ همچنین شهادت می دهد برخی زنان مسلمان محجبه در ترکستان که با کشف هجاب دولت چین مخالفت کردند، آنان را به صورت زنده در آتش سوزاندند. این جنایت در شهر کاشگر و برخی دیگر شهرهای ترکستان رخ داد همه این بخشی از جنایت های دولت کمونیستی ببخشید همه این بخشی از جنایت های دولت کمونیست چین فعلی علیه مسلمانان بوده که همواره از دید بیشتر رسانه های جهان پنهان بوده است.